بدم. آقای نعمتی از من پرسیدند که آقا این وضعیت تعارض منافع چیه؟ من گفتم مصداق‌های متعددی داره مسئله تعارض منافع و مافیا. اولین این که در آموزش پرورش اینا نفوذ عمیقی کردن. شما امروز اگر بخواید کنکور بدید با کتاب‌های عادی آموزش پرورش نمیتونید کنکور بدید. هر روز کتاب‌های آموزش پرورش کم قدرتر و کتاب‌های کنکور پرقدرتر میشه. دوم، خود سازمان سنجش آموزش کشور کارکنانش و شرکت تعاونیش چی داره؟ خودشون چیز دارن، خودشون مؤسسه کنکوری دارن و وقتی که مؤسسه کنکوری دارن چگونه میتوانن چی؟ چگونه میتوانن بیان و از منافع شخصیشون به نفع منافع عمومی بگذرن؟ این تعویق کنکور نشان داد که ما امکان این که منافع شخصی مافیای کنکور رو و دانشگاه‌های خصوصی رو از مسئله کنکور جدا بکنیم نداریم. شما ببینید همین امروز اسنادش منتشر شد که مسئول کمیسیون آموزش کشور در مجلس خود مؤسس دانشگاه خصوصی است، وزیر علوم خود مؤسس و هیئت امنای دو دانشگاه خصوصی است، رئیس دفتر وزیر علوم دانشگاه خصوصی است. خلاصه ما هر کی تصمیم گیر در عرصه عمومی پیدا کردیم مسئولیت داشته یا داره در بخش خصوصی. خب بالاخره شما بخش خصوصی هستید یا بخش عمومی هستید؟ اگه قرار است برای بخش عمومی مملکت تصمیم بگیرید، نباید در بخش خصوصی سابقه ای داشته باشید و درآمدی داشته باشید. بعد دوستان میگن آقا ما ترک کردیم. آقا شما چجوری دانشگاه چند میلیارد تومانی خودتون رو ترک کردید؟ خب واگذار کردید به بچه‌تون، به عمتون، به خالتون، به کسی از نزدیکانتون. بالاخره ما که میفهمیم کانفلیکت آف اینترست چیه، تعارض منافع چیه. خب الان اینا تو موضوع تعویق کنکور چرا اینقدر مقاومت میکنن؟ علارغمی که کارشناسان استاد ملی کرونا دارن این حرفو میزنن، دلیل اصلیش این است که اگر ترم مهر ماه دانشگاه‌های خصوصی آسیب بخوره و دانشجو کمتر بگیره، ضرر مالیشون نمیتونن تحمل کنن. اگر آقای حسینی بس اگه اینجا موافقی نگه داریم، الان جایگزین چیه؟ نگاه کنید آقای نمکی میگه که رفت اون مجلس، کمیسیون آموزش هم به فیلماش پخش شد، ایشون گفتن که ما توی پاییز اصلا توصیه نمیکنیم کنکور برگزار بشه. اگر میخواد کنکور برگزار بشه همین الان، چون توی پاییز همزمانی آنفولانزا و کرونا رو داریم و اصلا نمیتونیم پیش بینی بکنیم. پیشنهاد شما چیه مشخصا و طرفداران فکری شما چه پیشنهادی میدن برای کنکور امسال؟ آقای نمکی تحت تاثیر فشارها هی نظرش عوض میکنه. اول اومد گفتش که ما اگه پروتکل ها تو دکتری اجرا نشه اصلا اجازه نمیدیم که ارشد و سراسری اجرا بشه. خب ما گزارش 100 صفحه‌ای فرستادیم مجلس از 50 تا حوزه امتحانی دکترا که پروتکل ها رعایت نشده بود، مستند با همه چیز کامل. یهو آقای نمکی نظرش رو عوض کرد، گفت باید کنکور رو برگزار کنیم. خب ما که میفهمیم رو آقای نمکی چه فشاری هست از طرف دولت و از طرف مافیا و از طرف دانشگاه‌های خصوصی، خب یعنی همه با هم و از طرف بخشی از مجلس. اتفاقا فکر میکنم آقای نادری هم گفته بود، نادری نماینده مجلس هم گفته بود که این پشتیبانه این مؤسسات دارن به ما هم فشار میارن، تماس میگیرن، بچه‌ها رو تماس میگیرن، میگن با ما تماس بگیرن و فشار بیارن. یعنی شما میگید که مافیا داره باز دوباره بعد از همین وعده هم نظر آقای نمکی رو عوض میکنه. خب حالا راه حل چیه؟ خب نه، راه حل روشنه. مگه خانم مینو محرز عضو علمی ستاد ملی کرونا چی گفت؟ گفت آقا شما بیاید عقب بندازید اقلا به مدت 30-40 روز که پیک دوم کرونا رد بشه و در هوای بازتر بتوانید کنکور برگزار کنید با فاصله بیشتر. خب این که چیز روشنیه. سوال مهمتر اینه که تو این لحظه چندین و چند بار نظرسنجی انجام شده، از رادیو گفتگو گرفته تا سایت های معتبر تا خبرگزاری فارس. خلاصه در هر کدوم 8000 نفر، 3000 نفر، 200000 نفر امثال هم شرکت کردن. تو همه این نظرسنجی ها آن اتفاقی که افتاده این بوده که بیش از 80-90% مردم گفتن آقا فعلا تا پاییز کنکور را نگیرید. ما اصلا فرض میکنیم که این نظر مردم کارشناسی نیست. کارشناسان هم که میگن آقا ما نمیدونیم در پاییز چه اتفاقی میفته. خود آقای نمکی هم که میگه نمیدونیم در پاییز. خب شما چرا به نظر مردم احترام نمیذارید؟ اصلا فرض کنیم مردم
دارن اشتباه میکنن، ولی نظر مردمه. این که ما به نظر مردم توجه نمیکنیم، دور هم جمع میشیم تو مجلس 290 نماینده مردم دور هم جمع میشن اما به نظر مردم توجه نمیکنن، خیلی چیز عجیبیه. انگار اینا از مردم رأی نگرفتن. بالاخره اتفاقی که داره میفته اینه که آقا 80-90 درصد داوطلبین و خانواده هاشون با نظرسنجی های متعدد میگوین آقا الان برگزار نکنید. چقدر شما نظر مردم براتون بی اهمیته؟ که حالا این آمار از کجا میگید آقای حسینی؟ اولیش رادیو گفتگو در مناظره که ما شرکت کردیم 85,000 پیامک اومد. 95 درصد این 85,000 پیامک چی؟ موافق تعویض کنکور بود. شما از لحاظ علمی هم بررسی کنید چنین آماری ولیده. برای چی؟ خبرگزاری فارس با 1.5 میلیون فالوور برگزار کرد، برید نتایجشو ببینید. تلویزیون برگزار کرد، برید نتایجشو ببینید. هر جایی نظرسنجی برگزار شد بالای 80-90 درصد مردم گفتن آقا برگزار نکنید. خب ولی برعکس وزارت علوم میگه که 80 درصد مردم گفته برگزار بکنید. احتمالا تو مریخ برگزار میکنن نظرسنجیاشونه. خب شما کجا دارید نظرسنجی برگزار میکنید؟ تو مریخه، یه جایی که لابد کرونا نیست. آنچه که ما میفهمیم اینه، ما یکم قطع شد ارتباطمون، راه حل رو شما گفتید چون من نداشتم صداتون. عرض کردم راه حلش همونه که کارشناسان ستاد ملی کرونا مثل خانم محرز میگن که آقا جون شما در پاییز در حالتی که امکان برگزاری در فضای باز رو دارید و پیک دوم کرونا که الان در اوجش هستیم رو کنترل کردید، برگزار بکنید. به هر حال الان باید دولت وارد بشه و پیک دوم رو کنترل کنه. نمیتونه که تلفات رو 200 نفر نگه داره در روز، باید کمش کنه. به این دلیل ما نیاز داریم به این که این پیک دوم بگذره. کارشناساشون هم دارن همین حرفو میزنن. ولی عجیبه که نظر وزرای کشور، یعنی وزرای بهداشت و علوم، با نظر کارشناسای ستاد ملی کرونا یکی نیست. حالا ما اصلا فرض کنیم که این نظر کارشناسا رو هم نمیشنوم. بالاخره مردم دارن این حرفو میزنن، از مجلس، از دولت درخواست دارن. الان چند روزه که در توییتر ترند اول توییتر تعویق کنکوره. اصلا انگار نه انگار که اینو بشنون. این صدا نه فقط دیگه، قبل از اینم چند بار دیگه این موضوع ترند شد توی توییتر. ولی هیچ فایده ای نداره. انگار اون کسانی که صاحب دانشگاه‌های خصوصی هستن از کل مردم قوی ترن. آقا شما بیان بی کنکور دانشگاهاتون رو پر کنید، دست از سر مردم بردارید. شما آقا اصلا این دانشگاه پولی که دارید، میدونید آقای نعمتی ما 85 درصد دانشگاه های کشورمون پولیه. تازه همون دولتی ها هم به یه لطایف الیلی از شما پول میگیرن، که حالا اون لطایف الیلش رو بعدا در یک فرصتی خواهم گفت. دولتی ها هم پول میگیرن. ولی مسئله میدونید چیه؟ مسئله این است که آقا شما دانشگاه های پولی و دانشگاه آزاد و دانشگاه پیام نور و هزار کوفت و زهرمار دیگه که بابت دانشگاه از مردم پول میگیرید، بیاد آقا بدون کنکور همه صندلیاتونو پر کنید، ولی اینقدر فشار رو کنکور نیارید. چرا؟ چون میدونید دعوای کنکور اصولا بر سر چیه؟ بر سر 10,000 صندلی با کیفیته، 10-15,000 صندلی رقابت پذیره. بقیه که دعوای سرش نیست. کارتوگرافی ابرقو رو هر کی میخواد بره بشینه، کاری باش نداریم. که الان دعوا سر علوم پزشکی تهرانه، سر شریف امیرکبیره و تهرانه. دعوا سر دانشگاه اصلی، 10 تا دانشگاه اصلیه، میشه 10-15,000 صندلی رقابت پذیر. آقا موافقی بریم تو جایگزینای کنکور؟ اصلا ایده شما برای جایگزینی کنکور چیه؟ چون خیلی وقت تو مجلس تصویب شده، ایده های مختلفی هم مطرح شده. فکر میکنم بیش از 10 سال هست و کنکور داره در موردش حرف میشه و اصلا مصوبه داره، اما ما هیچی نمیبینیم. بالاخره این کنکور هر ساله هست، هر ساله این ماجرای فروش کتب درسی هست. من یه اصلا نظر دیدم 8,000 میلیارد گردش مالی کتب درسی کنکوره. فاجعه است. ما هدف رو اصلا نداریم. نمیم چه عددی رو این عدد رو آقای فرهاد رهبر 2 سال پیش گفتن. 2 سال پیش با دلار 3,000 تومان اینا دور مالی 8,000 میلیارد تومان بود. حالا دلار شده 24,000 تومان. من نمیدونم چقدر شده. یعنی میخوام بگم که این ماجرا خیلی سال مطرحه و تو مجلس هم داره صحبت میشه. حالا فشار مافیاست یا هر چیز دیگه، بالاخره اجرا نشده. ایده های جایگزین چیه واقعا؟ ما اگه کنکور برگزار نکنیم همین فردا صبح چه طرحی رو شما دارید که سازمان سنجش اجرا کنه؟
ایده جایگزین روشنه. رفع اختلاف طبقاتی بین درآمد پزشک با مهندس. وقتی پزشک 27 میلیون تومان در ماه در میاره، پزشک متخصص، و مهندس 1.1 میلیون نمیگیره، کنکور همیشه هست، چون همه میخوان برن پزشک بشن. شما این فاصله درآمدی رو کم کن، خواهید دید که کسی نمیخواد پزشک بشه. چرا از کنکور 1 میلیون نفری 800 هزار نفرشون میخوان پزشک بشن؟ اینا همه عاشق بوی الکل و بیمارستان، آمپول و بیمارستان هم. نخیر عزیز من، میبینن که پزشک شدن آینده اقتصادی داره، مهندس شدن کوفتم نداره. راه برداشتن کنکور این نیست که شما بری خود کنکور رو برداری. شما باید اختلاف طبقاتی رو کم کنی، تقاضا کم میشه، کنکور از بین میره. مثل اینکه الان مسئله سختی رو پیشنهاد نمیدید آقای حسینی؟ این مسئله خیلی سخته. مگه راه دیگه ای داره؟ مگه راه دیگه ای داره؟ یا باید دانشگاه ها رو بکنی اندازه، ببین، یا باید دانشگاه ها رو بکنی اندازه تقاضا، یعنی 800 هزار پزشک بگیری، یا باید چی؟ درخواست تقاضای پزشک رو کم کنی. راه دیگه ای نیست که. و الان تو این لحظه که ما این اختلاف طبقاتی رو داریم، اختلاف عمیق طبقاتی رو داریم، راهش برداشتن کنکور نیست، راهش برداشتن مافیای کنکوره. ما امروز با کنکور طرف نیستیم، ما امروز با یه پروژه اقتصادی طرفیم. ببینید، امروز طرح دو فوریتی رو خانم الهیان و بخشی از نماینده های آزاده‌تر مجلس بردن به هیئت رئیسه تحویل دادن. حالا ما نشستیم با چند میلیون جمعیت منتظر اینیم ببینیم این هیئت رئیسه بالاخره این دو فوریت رو میاره تو صحن. و تو این چه طرحی رو؟ دو فوریتی تعویق رو بالاخره روز یک شنبه هیئت رئیسه میاره به صحنه علنی، و بین این 290 تا نماینده 180 تا آدم آزاده پیدا میشن به این رأی بدن یا نه؟ خب ما الان مسئلهمون این است که کانفلیکت آف اینترست یا تعارض منافع تصمیمات کشور در نظر گرفته. من سوالم اینه که کسی که دانشگاه خصوصی داره و داشته، چرا باید رئیس کمیسیون آموزش مملکت باشه؟ که بعد همین الان که بعد در تصمیم گیری اثر بذاره. شما الان خودت مسئول یک سیاست گذاری در کشور باشی ها، که پول خبرفوری رو بالا پایین کنه، چیکار میکنی؟ خب نمیتونی آخه، یعنی نمیتونی بین منافع خبرفوری که فرض کن درآمد با یه مصاحبه کم بشه و اون چیزای عمومی فاصله بذاری، چون زندگی شخصیته. الان ما در مجلس مسئول کمیسیون آموزشمون کسیه که چی؟ خودش سابقه بلند دانشگاه خصوصی داره. خب اینا کانفلیکت آف اینترست دیگه، اینا تعارض منافعه. خب ایده جایگزینتون رو داشتید توضیح میدادید، یکم داریم ازش دور میشیم. شما گفتید که ما باید فاصله طبقاتی یا فاصله درآمد بین پزشکی و رشته‌های دیگر رو کم بکنیم، بعد اینجا راحت‌تر میشیم فهمید. ایده دومی که گفتین حذف مافیای کنکوره، یعنی همه این مؤسسات مختلفی که دارن این روزا تبلیغ میکنن رو ما دیگه کلا تعطیلشون بکنیم، یعنی آموزش پرورش و وزارت آموزش عالی و وزارت کشور، نمیدونم هر کسی. این رو خلاصه قطعش میکنید، این مؤسسات با مجوز کی دارن کار میکنن؟ آموزش پرورش، خود آموزش پرورش مملکت به اینا مجوز داده، گفته برین به بچهای مردم رویا بفروشین، بهشون بگین وای تو به ما پول بدی پزشکی قبول میشی. نه بچه‌ها، به شما پول، شما پول بدید پزشکی قبول نمیشید. یک دو دو تا چهار تا است، 888 هزار نفرید، قرار به تبدیل به 10,000 صندلی بشه، چجوری میتونی قبول شی؟ بالاخره اگه پولدارتر باشن دوپینگ بهتری میتونن بکنن، نه؟ بله، و در تهران زندگی کنن. و حالا اصلا من به شما میگم لاتاری آمریکا الان قبول شدنش از پزشکی تهران آسان‌تره. باور کن. آره دکتر، ما الان مخاطبای زیادی داریم. الان 12,000 نفر تو آمریکا دارن میبیننمون. یا حدود 1,500-1,600 نفرم توی اینستاگرام. یه چیزایی بگید. البته اینجا قابل پخشه، بگید راحت باشید. خب من الان ببین لاتاری آمریکا 50,000 میپذیره. علوم پزشکی ایران 10,000 میپذیره. خب ضریب لاتاری بالاتره. درسته. بله، خب ایده جایگزینه رو تکمیلش بکنیم. پس یک، ما این مؤسسات رو، آخه خیلی سخته همه این مؤسسات کنسل بشن، برن چجوری آخه؟ سال 70 که ما کنکور میدادیم این مؤسسات نبودن ما مرده بودیم، یا دانشگاه ها خوب نبودن.
یا آموزش اشکالی داشت؟ اصلا اینا رویا و بچهای مردم نمیفروختن مگه مشکلی بود؟ هیچی نبود والا. چه اتفاقی نمیافتاد. اما لحظه ای که دیدن یه بازار رقابت ایجاد شده، به بچه‌ها آمدن گفتن به ما پول بدید تا ما این تو این رقابت شما رو با پول ببریم. و به ادعای آقای نیک نژاد حتی فشارها باعث میشه که آقای بهتری وزیر آموزش پرورش هم استعفا بده. یعنی فشارها باعث میشه رئیس جمهور از آقای بهتری بخواد که من فکر کنم آقای بهتری به دلیل مافیای کنکور نرفت. آقای بهتری به دلیل مؤسسات غیر انتفاعی، مدارس غیر انتفاعی رفت. اونا بسیار توقعات بیشتری از آموزش پرورش دارن و غالبشون مال مسئولین ارشد کشورن. به این دلیل نتونست آقای بهتری طاقت بیاره. آنچه آموزش پرورش ما رو امروز از بین برده، حدود چند هزار مدرسه غیر انتفاعیه که کاملا سیستم آموزش پرورش ما رو نابرابر کرده و شما اگه پول نداشته باشی کنکور قبول نمیشی. چرا؟ به خاطر که باید مدرسه غیر انتفاعی بری. امسال همه رتبه های زیر 1000 کنکور همشونا یا غیر انتفاعی بودن یا سمپات. یعنی شما اگه جز این 300 تا مدرسه سمپات نباشی یا بین این چند هزار مدرسه غیر انتفاعی پول نداشتی باشی بدی، جز این مثلا چند ده هزار مدرسه دیگه باشی قبول نمیشی. دانشگاه خوب قبول نمیشی. آب پاکی رو به دستت بریزم. و تا لحظه ای که این سیستم پولی، یعنی مدارس غیر انتفاعی، مافیای کنکور، دانشگاه آزاد و سهمیه های نابرابر و تبعیض‌آمیز در کنکور وجود داره، چی؟ شما کنکور برابر و عادلانه نخواهید داشت. اجازه بدید بگم ما 19 جور سهمیه در کنکور داریم. 19 جور. 19 سهمیه. بله. که تازه سهمیه جا به جای هیئت علمی که بچه های ما باشن جزش نیستن. پارسال 8000 فرزند هیئت علمی جا به جا شده. 8000. بابا مگه کل دانشگاه های خوب کشور چقدر جمعیت دارن که شما فقط 8000 فرزند هیئت علمی جا به جا کردید؟ ما شما فرزندتون رو جا به جا نکنید آقای حسینی. ما 80000 هیئت علمی داریم در کشور. 80000. شما فکر کن کمکاری کرده باشن دو تا بچه دارن. ضرب و تقسیم کن. چند تا میشه؟ با همسراشون. یعنی 8 تا 24 تا. 240000 نفر. خب دیگه چی میمونه از کنکور و از انتخاب رشته و از این حرفا؟ درست. آن چه الان من یه چیز دیگه رو بپرسم که بعد اونم فهمیدم چند تا مورد یادداشت کردم. تعویق کنکور اگر نیفته و اگر در یک شنبه رأی نیاره و وارد صحنه علنی نشه، نشان دهنده قدرت کامل مافیای آموزشی و دانشگاه‌های پولی بر سیستم آموزشی ماست. و اگر این اتفاق نیفته و تعویق نیفته، شما مطمئن باشید که چی؟ یک موج بزرگ علیه مافیا شکل خواهد گرفت که انشالله موجب ریشه‌کنی کامل اینها خواهد شد. امیدواریم اثرگذار باشه. اما یه نکته رو من بپرسم. تو این راه حل‌های جایگزین دو تا نکته من دیدم. یکی آقای سعید رضا حامدی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به خبرفوری گفته بود که دنبال این هستیم که کنکور رو مقطع بندی کنیم. حالا اینو شما توضیح بدین. من واقعا نفهمیدم این ایده چی هستش. و ببینید که تاثیر سوابق تحصیلی رو چجوری می‌بینید؟ موثر بود نبود؟ آیا میشه همین ایده رو تکمیل کرد که دیگه اصلا کنکور حداقل رو 85% رشته که اینا به کنکور نداره نداشته باشه؟ اینا همه سر مردم کلا گذاشتنه. مثل این که میگفتن ما آموزش پرورش عوض کردیم، مرسی راهنمایی رو عوض کردیم، اسمشو گذاشتیم متوسطه اول. خب ما نفهمیدیم چه برخی کرد. اسمش راهنمایی بود، گذاشتن متوسطه اول. خب آقا لباس عوض کردن فایده ای نداره. خب لباس عوض کردن، این حرفایی که اینا میزنن، شورا عالی انقلاب فرهنگی میره با مؤسسات کنکور جلسه میذاره میگه ما برای کنکور چیکار کنیم؟ خانه از پای بست میرانه. خب اونم میان یک پیشنهاداتی میکنن که درآمدشون بیشتر بشه. میگن آقا کنکور رو بکنیم 3 سال، یعنی به جای که یه بار از مردم پول بگیریم 3 بار پول بگیریم. اونا که نمیان پیشنهاد به نفع مردم بدن، که به نفع جیبشون پیشنهاد میدن. خب آنچه که اینجا وجود داره این است که این راهکارهای جزئی چیزی رو حل نمیکنه. نظام آموزشی ما باید از پولی بودن خارج بشه. بقیه همش سرکاریه. آموزش باید برای آحاد ملت ایران رایگان باشه. این حق قانون اساسی این ملته.
این حق این تک تک جوانایی که تو این کشور از آموزش خوب محرومند. و اگر این اتفاق نیفته این راهکارهای موقت هیچی به شما نمیده. تا لحظه که 1000 نفر اول کنکور بچه های مدرسه غیر انتفاعی هستن، ما بچه معلم ها و بچه کارگرها هیچ وقت به اینجا نمیرسیم. آقای احمدی نژاد پدرش پزشک جراح بود، خب پزشک جراح فرزندش هم میشود جراح، معلم فرزندش میشود کارگر، کارگر فرزندش میشود کارگر فصلی و دست فروش. این نظام آموزشی که ما شکل دادیم و تا لحظه ای که میریم سراغ این راهکارهایی که 3-5-2 انگار فکر میکنن تیم فوتباله که ترکیب بازیکناش رو عوض میکنن. نه عزیز من، باید مدارس غیر انتفاعی رو جمع کنید، باید مافیای کنکور رو جمع کنید، باید آموزش با کیفیت رو برای آحاد ملت ایران رایگان کنید تا به ما نقطه برابری برسیم. این هم حق ملت ایرانه، هم قانون اساسی ایرانه، هم اتفاقی است که در تمام کشورهایی که تونستن تولید خوب بکنن و اقتصاد کشورشون رو نجات بدن اتفاق افتاده. شما برید نگاه کنید، هیچ کشوری آموزش عمومیشو پولی نکرده مگر اینکه تولیدش و اقتصادش ضربه خورده. بسیار خوب، پس ما اگر یک شنبه تغییر کنکور رای بیاره، ایده شما و حالا شنیدم کمیسیون آموزش هم ظاهرا اینه که توی پاییز برگزار بشه، درسته؟ بله بله. بسیار. و احساس می‌کنید توی پاییز این اتفاق رو میتونن کنترل بکنن و احتمالاً ماجراشون، اما این درمان قطعی نیست. دو تا ایده: یک، کنکور برداشته بشه، حداقل 85% رشته‌هایی که میتونن بدون کنکور دانشجو جذب کنن، و دو، مؤسسات کنکوری هست بشن، درسته؟ و سه، اختلاف درآمدی رو وزارت بهداشت حل بکنه، و چهار، تعداد پزشکان کشور رو زیاد کنن. چرا اینقدر باید سر کنکور پزشکی دعوا بشه؟ چرا ما باید 10,000 نفر کلا پزشک و پرستار بگیریم در حالتی که تعداد پزشکان ما از مغولستان و ارمنستان و فلسطین و سوریه کمتره؟ چرا؟ وزارت بهداشت ایران 90,000 میلیارد تومان بودجه داره، میگه پول جدیدن دیدم وکلان به همین موضوع دارن اعتراض میکنن ظاهرا، میگه پول آموزش پزشکی کشور رو نداریم. آقای وزارت بهداشت، 90,000 میلیارد تومان بودجه رو چیکار میکنی که پول آموزش 100 نفر آدمو نداری؟ چیکار داری میکنی؟ نه خیر، شما با افزایش ظرفیت پزشکی مخالفین. شما میخواین 800,000 نفر پشت کنکور بیان به مافیای کنکور پول بدن، قبول نشه سال دیگه هم دوباره پول بدن. شما میخواین ظرفیت پزشکی زیاد نشه که بازار کاسبی از پزشکی کساد نشه. شما حتی در دستیاری پزشکی کسی رو نمیپذیرید. تو بعضی از رشته‌ها تو این بیمارستان امام خمینی 2 تا دستیار پزشکی میپذیرید که نصفش هم سهمیه است. چیزی برای پزشکی کشور باقی نذاشتید. الان تو لحظه کرونا معلوم شد که ما پزشک کم داریم. تعداد پزشکای ما از سوریه کمتر از کشور جنگ زده. چرا؟ واقعا آموزش پزشکی ما از سوریه ضعیف‌تره؟ وزارت بهداشت ما از سوریه کمتر بودجه داره؟ نه. شما به عنوان مافیای پزشکی جلوی افزایش تعداد ظرفیت پزشکی رو گرفتید. آن چیزی که ما ازش دفاع میکنیم این است که آقا ظرفیت‌های پزشکی باید افزایش پیدا کنه. اونایی که میگن که آقا ما امکانات آموزشی نداریم، باید بدونن که بودجه وزارت بهداشت 90,000 میلیارد تومانه و به سادگی میتونه افزایش ظرفیت پزشکی بده و امکانات اضافه کنه. امکانات اضافه نمیکنه به این دلیل که دست زیاد نشه، درآمد پزشکان متخصص کم نشه. و حالا تو همین وضعیت پزشکان عمومی رو میفرسته امتحان دستیاری. از 20,000 روستای کشور پزشکان عمومی رو دارن جمع میکنن در چند جای مشخص. 15,000 پزشک عمومی رو دارن جمع میکنن که همه تبدیل به ناقل کرونا بشن به 20,000 روستای کشور. خب این اتفاقاتی است. آقای دکتر، وظیفه سختی رو به نظرم شما به عنوان کسی که تو این موزه جدی وارد شدید، دارید مطالبات رو نمایندگی میکنید. ما لایو امشبمون واقعا ما خودمون تصوری الان بیش از 22,000 نفر تو بسترهای مختلف دارن گفتگوی من و شما رو به صورت زنده میبینن همین الانی که دارم با شما صحبت میکنم. این اقبالی که و این به نظرم مثلا نه اقبال اشتباهی اسمشو بزنم، نگرانی که در مورد کنکور باعث میشه اینها این گفتگو رو دنبال بکنن و دنبال راه حلن، دنبال جایگزینن. همون جمله‌ای که شما میگید به ما استرس فروختن، به ما نگرانی از آینده رو فروختن و ما داریم
این پول رو میدیم. امیدوارم یک شنبه اتفاق خوبی بیفته توی مجلس. آقای نعمتی، اتفاقی که داره میفته، مافیای پزشکی و مافیای کنکور با هم همدست شدن و دارن آینده بچه های ما رو غارت میکنن. آینده بچه های ما رو غارت میکنن. وقتی شما ظرفیت پزشکی رو انقدر کم میکنی در کنکور، دو تا اتفاق میفته. یک، دست زیاد نمیشه تو پزشکی. تو تربت جام ما کلن یه پزشک زنان داریم برای 170 هزار زن. خب که طرف 6 ماه تربت جام زندگی میکنه، 6 ماه ونکوور کانادا، از اینجا پول در میاره، اونجا خرج میکنه. بعد شما دوست نداری این بچه ها همه برن پشت کنکور پزشکی با آرزوی پولدار شدن؟ با آرزوی پولدار شدن هم نه، شخصیت اجتماعی پیدا کردن، آقای دکتر شدن، خانم دکتر شدن، شخصیت اجتماعی. خیلی از اینا پول پرست نیستن، ولی میبینن که آقا یه کسی که جراح قلبه احترام داره، معلم احترام نداره، به معلم احترام نمیذارن، حقوقش سر ماه نمیدن، هیچ شخصیتی براش قائل نیستن، برای پزشک هستن، پزشک متخصص میلیارده. بعد اون وقت به پزشکای عمومی هم احترام نمیذارن. شما میبینید الان این پزشکای عمومی رو دارن جمع میکنن، من واقعا احساس خطر میکنم. اینا غالبا در بخشای عفونی و سانتر کرونا کار میکنن، این پزشکان عمومی، یعنی در حقیقت سربازان بی مزد و مواجب سیستم وزارت بهداشت هستن با عددهای بسیار کم. حالا این 15,000 نفر رو دارن دور هم جمع میکنن که چی؟ که همه با هم کرونا بگیرن و بیرن به 20,000 روستای کشور، روستاهایی که سفیدن. الان بیشتر روستا، خیلی از روستاهای کشور سفیدن و کرونا به دلیل همین رفت آمد نداشتن منتقل نشده به روستاها، روستاها پاکن. خب ما داریم اینا رو از این طریق آلوده میکنیم که چی؟ که این اتفاق بیفته. از اون ور رزیدنت ها، همین کسانی که باز با بدبختی در امتحان دستیاری قبول میشن، آقای نعمتی 1,200,000 بهشون حقوق میدن. یعنی پزشک متخصص پول عملو میگیره، رزیدنت 1,200,000 در ماه حقوق میگیره. این مظالمیه که داره توسط مافیای پزشکی اتفاق میفته. حالا همدست مافیای کنکور هم شدن، مافیای آموزشی شدن و آینده بچهای ما رو به خطر انداختن واقعا. آن اتفاقی که باید بیفته این است که یک، اختلاف درآمدی میان رشته ها کم بشه. دو، سهمیه پزشکی افزایش پیدا کنه. سه، برای افزایش سهمیه پزشکی امکانات آموزشی فراهم بشه. الان فشاری که رو دانشجوهای پزشکی هست باید کم بشه. چهار، باید این اتفاق بیفته که تعداد پزشکان مملکت اقلا از سوریه بیشتر بشه، اقلا از مغولستان بیشتر بشه. پنج، باید این اختلاف درآمدی در لحظه کنکور حل نشه، در لحظه توزیع درآمد حل بشه. و ما نیاز داریم که چی؟ که سیاست گذاری آموزش کشور از دست کسانی که خودشون دانشگاه خصوصی دارن در بیاد. و استارت این موضوع احتمالاً یک شنبه باید بخوره. یعنی این تصمیم یک شنبه شاید همه اینا رو حل نکنه، اما یک کلیدیه برای این مسیر دیگه. من راستش رو بخوای خیلی صادقانه به بچه‌هایی که دارن اینو میبینن بگم که من فکر می‌کنم روز یک شنبه مافیای کنکور اجازه نمیده این مصوبه تصویب بشه. و اتفاقا این درس عبرتی است برای خوشبینی ماها، برای آدمایی که فهم کنیم الان فقط در تعویق کنکور گیر مافیای کنکور هستیم. نه خیر، شما به صورت متعدد گیر مافیای آموزشی خواهید بود تا لحظه ای که مدارس غیر انتفاعی هستن و مؤسسات کنکور هستن و دانشگاه پولی هستن، شما گرفتار این وضعیت خواهید بود. برای از بین بردن این وضعیت باید تلاش کرد. درست. امیدوارم این اتفاق بیفته. ممنونم آقای حسینی که امشب توی لایو با ما در این رابطه گفتگو کردید. این گفته های شما نه تنها از زبان شما، توی این هفته گذشته خبر فوری پرونده مفصلی رو با آدم‌های مختلف در این حوزه کار کرد. وزیر قبلی آموزش پرورش آقای حاجی بابایی دقیقاً همین نکته شما رو گفتن که مدیران تصمیم‌گیر درباره کنکور تعارض منافع دارن و نقش مهمی در لغو نشدن کنکور دارن اینها. کاش آقای حاجی بابایی همین رو در مورد آموزش پرورش هم توضیح میداد که چجوری مدیران کلش همه مرس غیر انتفاعی داشتن و دارن. کاش این تعارض منافع در خود آموزش پرورش هم از بین بره.
امیدوارم که یه چیزی که اینقدر روشنه، وزیر آموزش پرورش داره ازش صحبت میکنه، کارشناسا ازش دارن صحبت میکنن، الان مردم هم مطالبه دارن و همه اینایی که الان دارن با نگرانی این گفتگو رو دنبال میکنن، تو یک شنبه حداقل اتفاق خوبی بیفته و ما این یک شنبه رو استارت انشالله برخی از این هفتش بندی که باید صحبت کردیم بدونیم. خیلی ممنونم که امشب با ما همراه بودید. خیلی خوشحال شدیم. منم به بچه‌ها میگم استرس نداشته باشید. کنکور همه چیز نیست، رتبه یک عدد بیش نیست، آینده شما هیچ ربطی به کنکور نداره، آینده شما تمامش بستگی به توانایی‌ها، مهارت‌های شما و ارتباطات شما داره. پس نگران نباشید، برید دنبال زندگی و مبارزه برای عدالت. انشالله که موفق باشید. آقا ممنونم، شبتون بخیر. خداحافظ.